ممنون. ما افتخار من که دوستان با ما همکاری کردن این برنامه رو جلو انداختیم. چند وقتی بود نزدیک نه ماه رو این برنامه کار کردن، با ما همکاری کردن و این برنامه راه افتاد برای دفعه اول بعد از 40 سال. خب اینو تمام کردیت شما باید به شما بدیم آقای سمنانی. نه، برای اینکه شما لیدر عالی هستین، چون این کارو شده باعث شدین که انجام بگیره. خواهش میکنم. نه، تمام کردیت ما که نمیگیریم، نه دوستان دیگه، آقای اندی، آقای مرتضی، آقای بهمن فتی و اصلا مهمتر، اصلا مهمتر هنرمندا و هنر دوستان توی لس آنجلس جدا با افتخار به ما دادن امشب و این برنامه رو با هم دیگه کمک کردن رو انداختیم. ما خیلی خوشحال هستیم، به شما تبریک میگیم، براتون آرزوی بهترین ها رو میکنیم. به همچنین امیدوارم که این سال اوله و سال بعدش دیگه خودشون به بعد بیان و هنرمندان اینجا نماد به صورت مهمان بیان اینجا. بله. همه شما به صورت میزبان باید بیان اینجا. درست میفهمم. ما خودمون میزبان هستیم به خاطر شما. درست انجام دادیم. وقتی لیدر درست باشه بقیه کارا درست. لطف دارید. خیلی خوشحال شدم. ان شاء الله هر چیز سال دیگه دوباره برنامه بهتر باشه. ان شاء الله. خیلی خوشحال شدم. شما خدا. منم یکی از چهار نفری هستیم که این سازمان رو شروع کردیم و باعث خوشحالی افتخار منه که دوستای به این خوبی دارم که به فکر مردم، به فکر هموطنامون، به فکر پیشکسوت‌ها هستن. چون خب اساسنامه این سازمان رو همه میتونن آنلاین برن بخونن، ولی یه چیزی مهمتر از همه چیزه و اینو باید بدونن که عده زیادی از بیزنسمن‌های موفق ایرانی در آمریکا با ریاست آقای خسرو سمنانی جمع شدن و دارن سعی میکنن به پیشکسوت‌های هنر ایران کمک کنن. دیگه از این ساده‌تر و بهتر نمیشه. این اولین بار. خب ما سازمان‌های فرهنگی زیاد داریم که به هموطنامون خدمت میکنن، ولی در این مورد کار این سازمان فقط کمک، همکاری با پیشکسوت‌های هنر ایرانه که الان بیشترشون هم خارج از ایران هستن و این شروع خوبیه. بسیار عالیه، به خاطر اینکه اندی جان شما خیلی پشت کار داری، مرتضای عزیز، آقای برجسته، بسیار بسیار مردمیه، مردم دوستش دارم و خیلی بله خیلی دوست داره. و اینه که آقای سمنانی هم که جای خود داره، good leader and a good supervisor, so it's going to be an excellent job. خب من از اول بگم که مرتضی جان، من و بهمن فتحی، ما فود سولجریم، یعنی ما سربازایی هستیم که داریم کار میکنیم. یک دلیل مهم و تنها دلیلی که این سازمان راه افتاده آقای سمنانی است، برای اینکه ایشون تصمیم گرفتن که این کار بشه و پشتوانش رو دارن و کمک کردن و این کار شده. همینطور که میدونیم ما سالهای سال هنرمندا دور هم جمع شدیم و نتونستیم و اینم مشخص کنم که این اتحادیه خواننده ها نیست، این بنیاد هنرمندان ایرانیه و شده. امروز شما شاهد موفقیتش هستید. به هر حال سلام میکنم بینندگان شما و مرسی که اینجا هستید. نه، یه فکر و یه ایده بوده که خوشبختانه این ایده به لطف بر حال آقای سمنانی داره شکل میگیره. بله، من سالهاست به دلیل دوستی با اهل قلم، اهل هنر، خودم جزوی از خانواده اینا بودم، همیشه حس میکردم این کمبود هست، برای اینکه 4-5 بارم شما بهتر میدونید در این 30-40 سال سعی کردن این کار انجام بشه، متاسفانه هیچ وقت نشد، ولی خوشحالم بگم که این دفعه شده، نه اینکه قراره بشه. این دفعه شده، الان نزدیک 8-9 ماهه، شما میدونید دورا دور، ولی حالا رسمیت میگیره و به هر حال امیدواریم که در آینده خیلی نزدیک این بنیاد کارهای دیگه شو، کارهای به هر حال گزارش به مردم بده. مهم اینه که، و من مطمئنم که سال دیگه اگر اینجا باشیم که احتمالاً جای بزرگتری خواهیم بود، شما حتما ابعاد بزرگتری از جامعه یعنی هنری خواهید دید که باور میکنه، چون بسیاری از هنرمندان خانم تهرانی باور نداشتن که این کار هنوزم شدنیه. دیروز با من دو سه تا لایس نمیخوام برم، واقعا این حالا کد آن کد باز از من همه بزرگه، ولی مگه میشه؟ گفتم آره شده به خوده شده. گفت من باور ندارم، یعنی هنرمند، گفتم شده، ببینین شده، این کار انجام شده. ما 8 ماهه گزارش کار خواهیم داد، ولی اسم نمیتونیم بگیم، حرمت آدم‌ها باید حفظ بشه، ولی طبق قوانین آمریکا کسی خواست بیاد ببینیم بنیاد چه کارهایی همین 8 ماهه کرده، به چه کسانی رو یاری داده، دست کمک داده، خیلی‌ها. و
برام امیدوارم در آینده با شما بیشتر حتما از طریق تلویزیون شما گزارشای بدیم. حالا در طول شب من باید اینجا اضافه کنم که شما جناب فتحی هر کاری رو شروع کردیم واقعا به نحو احسن انجام دادید. دیگه آره دیگه به هر حال واقعا به شما افتخار دارم. گاهی وقتا خوب مورد چیزام واقع میشیم ولی اب نداره. این بخشی از کاره. خب دوستای عزیز ما اینجا آقای دکتر جواد نفیسی رو میبینیم که چهره بسیار بسیار آشنایی هستن و من میتونم بگم یکی از بهترین و باسوادترین و با شخصیتترین روان پزشک ایرانی هستن. آقای دکتر سلام، حالتون خوبه؟ لطف دارین، خیلی ممنون خدمت شما بینندگان عزیز. سلام عرض میکنم و خیلی متشکر از لطف شما این همه سالها که من در تلویزیون شما برنامه اجرا کردم. باعث افتخار ما، بالاخره سعادتی شد که با شیرین خانم عزیزم آشنا بشیم. قربان شما، خوشحالم شیرین خانم. باید بهتون تبریک بگم، ما با یه همچین شوهری واقعا ما حسادت میکنیم. میدونم. نه به اینکه شوهر شما سوا، به اینکه اینقدر خوب هستن. واقعا میدونین رشته ای که ایشون داره سایکیاتریک، بله، از نات ایزی جاب، بله، بله. و بتونن همه رو راضی کنن و بتونن با همه بسازن. الان من یه داستان جالب براتون بگم. من چون خودم دکترا رو در روانشناسی دارم و خیلی روانشناس میشناسم، ولی وقتی که کار شوهرم رو میبینم، میبینم که مثل اینکه یک دنیای دیگه است. It's different. We love him. Whatever I knew before. Yeah. Yes. Well, ما بهتون تبریک میگیم به ایشون و به شما و به جامعه ایرانی که ایشون به شما کمک کرد. اجازه بدیم خانم تهرانی من اینجا تشکر بکنم از برادر شیرین که یک همچین مراسمی رو راه انداختم و همچین برنامه‌ای رو که شما خبر نداشتین. بله بله، خدا چرا همه چیز رو سیکرت نگه می‌دارید؟ بله. مثلا خدای نکرده ما تلویزیونی هستیم. حالا اگه صحبت شوهرم واقعا مد، واقعا به برادرم افتخار میکنم. مام همینجور شیرین خانم جان. بله. مام همینجور، یعنی دستش درد نکنه. کمک هایی که اون میکنه در همه جای دنیا، نه تنها در لس آنجلس، در این مملکت، در ایران، واقعا وی لاف هیم، وی آرزوی بهترین رو براشون. ایشون جدا مایه افتخار ما ایرانی ها هستن. قربان شما. امشب من فکر میکنم اولین قدم یکی از آرزوهای بزرگ من هست که به تحقق پیوسته و این هنرمند فاندیشن که جون گرفت و رشد کرد، من فکر میکنم که بیشتر از اونچه که ما فکر میکردیم سریع پیشرفت کرده و من مطمئنم که خب این اولین برنامه هست که فاندیزینگ هست که گذاشتیم، حتما اشکالاتی هم داشته، ولی انقدر این کار، این هدف مقدس و زیبا هستش که من فکر میکنم تمام کسایی که اومدن اینجا امشب، اینا همون عاشقهایی هستن که خاطرات خودشون رو در لابلای این مسائل هنری دیدن، بین نقاشها، خواننده‌ها، هنرپیشه‌ها، و 40 ساله که ما در غربت هستیم و خب به هر حال همه سنی 40 سال سن کمی نیست از عمرشون گذشته و اینا باید یک روزی تشویق بشن و به خاطر کارهای ارزنده‌ای که در جامعه هنری و اثراتی که گذاشتن باید از اینا قدردانی بشه. بله بله. و یکی از کارهای هنرمند فاندیشن این هستش. البته اهداف بسیار بسیار بزرگتری داریم، ولی یکی از اهدافش تقدیر از همه هنرمنداست که انشالله بتونیم که هر چه زودتر این هنرمند فاندیشن رو وسعت بدیم و از همه کسانی که در این راه قدم گذاشتن قدردانی بشه. بله. من مطمئنم که این خیلی موفق خواهد بود، چون اولا آقای سمنانی واقعا لیدر عالی هستن و افرادی مثل شما، اندی جان، آقای فتحی، دیگه از این بهتر نمیشه آقای برجسته. به هر حال ما قدم اولیه رو برداشتیم، هیچ چیزی نیستش که ما بخوایم تا آخرش همینطوری باشیم اینجا. بهتره که نسل جدید بیان و بدونن که واقعا قدر پیشکسوتا رو حفظ بکنن و مخصوصا نسل جدید باید آشنا بشه و بدونه که هنر آخر عاقبت خوبی داره. اینطوری نیستش که
درسته که ما 40 ساله دستمون کوتاه از خیلی چیزا، ولی هنر همیشه هنر ایرانی به هنر سرفراز هستش و من امیدوارم که نسل جوانمون و نسل جدید این مسئله رو درک بکنن و پا بذارن جلو بیان و این سکان رو ما به دست اونا بدیم. بله، این به نظر میاد اولین قدم درستیه که در مورد حمایت و کمک به هنرمندایی که در لس آنجلس و آمریکا همه جور هنرمندا زندگی کردن و جوانیشون و انرژیشون رو گذاشتن برای این کار. و چون ما نسل اول هستیم مشکلات زیادی داریم وقتی سنمون بالا میرسه و این الان اونجا هستیم و این ارگانیزیشن برای کمک و جمع‌آوری پول برای هنرمندا، همه چه نقاش، چه هنرپیشه، چه خواننده، چه آهنگساز، همه اینا رو زیر پوششش خودش داره و خوشحالم که امشب ما هم سهمی در این کمک داریم. دوستای عزیز، در خدمت هنرمند محبوب صدای مخملی هلن عزیز. سلام هلن جان. خوبی شما؟ خوبی؟ سلام. خیلی وقتی شما رو ندیدین. کم پیدا هستی؟ نیستیم دیگه، این بر اون بر. خب خیلی عالی، خوشحالم مثل شما. شما هم نبودین، میری ایران برمیگرد. خوشحالم که اینجا میبینمه. اومدین برای سپورت بنیاد هنرمندان و خیلی عالی. در خدمت هنرمند محبوب، بهترین هنرمندمون. I love all your movies. خانم فخری خوربش، خوب هستین؟ خوشحالم که شما رو اینجا میبینم. همچنین استاد بزرگ آقای شیبانی عزیز که برادر آقای جمشید شیبانی، بهترین میوزیشنمون یا آهنگسازمون بودن. خیلی کمک کردن به موزیک ایران. بله. خب خانم خوربش بگین چیکار میکنی؟ خوشحالم شما رو میبینیم. خوبم. خوشحالم که شما اینجا هستین. شما اومدین اینجا سپورت کنین؟ شربندان نکنی. چرا؟ خواهش میکنم. خب یه خودی برامون حرف بزنین. الان چیکار میکنین؟ دلتون تنگ نشده برین یه مووی دیگه بازی کنین؟ مووی؟ یه فیلم بازی کنین؟ چرا؟ نه دیگه. عالی عالی. یه چند تایی از ایران اومده بودن. صحبتی میکردن، ولی من دیگه نمیستم. یعنی معتقدم که هر چیزی جایی داره، زمانی داره. باید خودش آدم. بله. اپیک یوسف. بله. خیلی خوشحالیم که شما رو میبینیم. شما چطور خانم خوشگل؟ ماشالله ماشالله. همه مری جان جلو میرن، شما عقب میری ها. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. چشم شور نیستین شما، خودتان بسیار زیبا امشب. خب مری جان اومدی اینجا سپورت کنی دیگه ان شاء الله. بله. ببینیم که چه هست این برنامه و به چه شکل انجام خواهد شد در آینده، برای اینکه به نظر من اگر بشه که پشتیبانی کرد از این برنامه به خصوص، من فکر میکنم برای هنرمندان به خصوص خیلی لازمه و خوب باشه و میتونه یک جایگاهی باشه که بتونن اعتماد بکنن بهش. چیزای مختلف هست، میدونین، چه از نظر بیمه، چه از نظر خانه هنرمندان، چه از نظر بیماری ها، چه از نظر میدونید یک سرپوشی باشه و یک خانه ای که احتیاج هست الان در شرایط فعلی، چون ما واقعا نمیخوایم موقعیت هایی که فرزن دو دهه گذشته برای سوسن اتفاق افتاد برای هنرمندان ما. و این که سخت ترینه، هنرمندان اصولا در یک جامعه غریبی ما هستیم، اینجا جامعه بزرگی است و کار در کل در اون حدودی که در ایران بوده نیست. بنابراین جای خوشبختی است که چنین شبی هست. حالا ببینیم که آیندهش چه خواهد بود. من بسیار امید دارم براش. شما چطور؟ شما امیدوار هستید؟ خیلی امیدوارم. من 15 سال پیش بچه ها با من گفتم تو وست بود بعضی از بچه ها هنرمند ها راه میرن و خونه ندارن. من شروع کردم به تحقیق کردن مؤسسات آمریکایی که کجا میشه جایی پیدا کرد فعلا بچه ها برن اونجا تا اینا. بعد برگشتن، یکی از این مؤسسات برگشت گفت شما ایرانی هستین؟ گفتم بله. گفت خود ایرانی ها این همه تنها نشینی هستین که همه تون پول دارید. بله. چرا برای خودتون جا ندارید؟ من اصلا دیگه چیزی نداشتم. برگشتم به دوستم گفتم میدونی چه جوابی داد؟ من گریه کردم. بله. خیلی خوشحالم. خیلی خوشحالم. خیلی خوشحالم. امیدوارم که مثل خانه فرهنگ تهران که برای ایرانی‌ها شروع شد، واقعا برای شروع کردیم،
اینجا همینطور پا برجا بود. فکر میکنم میشه به خاطر اینکه آقای سمنانی بسیار رهبر و مدیر خوبی هست و خیلی وقت تو فکر این هستن اونطور که من شنیدم، مثل اینکه سالهاست دنبال این کاره و خیلی خوشحالم، فکر میکنم همه ما باعث پشتیبانی کنیم. خب در کنار دو هنرمند بزرگ سلام عرض میکنیم خدمت شما جناب آقای اخوان گل. خیلی خوبم، مرسی، متشکرم. و همچنین خانم بوسوق گلمون. درود بر شما و بینندگانتون. خوبین شما؟ مشتاق دیدار بوساویو. نظر لطف بزنید. خیلی ممنون. این جناب آقای اخوان همه جا هستن، همه جا ساپورت میکنن. گاد بلس یو. ببین دیگه بالاخره تو این آخر عمری دیگه اگه ساپورت نکنید. خب هر دوی شما بفرمایید که راجع به این امشب چی دوست دارین اتفاق بیفته و اصلا به طور کلی موافقین مخالفین؟ من دوست دارم که ببینم که همشهریای ما ایرانی هایی که در این منطقه هستن اینقدر کمک بکنن که ما بتونیم در مقابل اون کمک زیادی که انجام میشه از دولت هم وام بگیریم، برای اینکه این مهمترین مسئله هستش که ما جریان‌های جمعیمون به صورت واقعی و قانونی آمریکا در بیاد. خانم بوسوق عزیز جانم، شما نظرتون رو بگید ان شاء الله. قربان. نظر من اینه که سلام هنرمندا اینقدر از خودشون مایه میذارن برای هر کالچری که توش هستن و متاسفانه به خاطر اینکه کاری که میکنن یه کار نرمال 9-to-5 نیست، از نظر مالی خیلی ضرر میبرن که هنرمند باشن. آدم خیلی راحت‌تر میتونه بره برای یه چند سالی درس بخونه، دکتر بشه، مهندس بشه، یه کاری بکنه که درآمدزاد باشه. هنرمندا متاسفانه کارشون درآمدزاد نیست، ولی اون لذتی که میدن به تماشاگرها و به سوسایتی از هول خیلی چیز مهمیه و من امیدوارم که به هدفتون برسین شماها. بالاخره دیگه وقتشه دیگه. بله که وقتی که پیر میشن یا خدای نکرده مریض میشن یه حمایتی باشه براشون. Well, I'm here to support the cause, of course, and Rasish, Andy Jun called me and he said, Rana Jun, would you like to perform at this event? And he told me a little bit about it, and I really feel it's our duty. It's our duty to support artists. We all have different levels of growth, and some of us have been blessed with opportunities, and I feel that those who have been blessed with certain opportunities should give back. Okay, دوستای عزیز در خدمت آقای علی افشار، هنرمند معروف و مشهور ایرانی آمریکایی هستیم. سلام میکنیم خدمتشون. حالتون خوبه؟ بله، مرسی، خیلی ممنون. شما یکم از خودتون برای بیننده های ما تعریف کنیم ببینیم. درباره چی؟ درباره کارتون، درباره پیشرفت ها و موفقیت هایی که تا حالا داشتین. خب من میبخشیم فارسیم خیلی خوب نیست، ولی ما ریسنتلی شروع کردیم، فیلم پرودوس کردیم، 12 تا فیلم تا حالا پرودوس کردیم، ولی قبل از اون ماشین مسابقه می‌دادم، پروفشنال ریس کار درایور بودم. بعدن اکتینگ هم خیلی می‌کردم، شروع کردیم حالا با وارنر برادرز داریم کار می‌کنیم. پارتی بزرگ پیدا کردیم. بله، اگزکتلی. ولی ما خیلی خوشحال شدیم این سال پیش فیلم ایرانی امریکن اومد به نام امریکن رسلر با اسکار وینر جان وایت که خیلی خوب بود. اولین فیلم آمریکایی که ایرانی‌ها رو توی مثبت نشون میده. بله. خیلی خوب بود. ما خوشحال شدیم که وارنر برادر استودیو، بزرگترین استودیو آمریکا، یه فیلم ایرانی مثبت و خیلی پوزتیو نشون داد. شما این نیست، من دختر برادرم هستش. 6 روز بعد از مامان لیلا کسرا فوت کرد، الکسیس دنیا اومد. اسمش هم هست الکسیس لیلا افشار، ولی به نام لکسی پنترا آواز میخونه، میرقصه و خیلی روی سوشال میدیا معروفه، میلیون تا فالوور داره و خیلی اومدین شام بخورین اومدین. تشکر از شما باید بکنیم که زحمت ها رو زیاد میکشین. واقعا من همینطور از آقای سمنانی واسه این کار بسیار بسیار خیلی خوب، این واقعا این کار رو باید خیلی خیلی قدیمتر از اینا میکردن.
خوشحالم که یه نفر بالاخره قدم پیش گذاشته و واقعا این کارو داره میکنه. ازشون هم ممنونیم. هر زحمت و هر کمکی هم از دست ما بر بیاد و باز ما بخوان مطمئنا انجام خواهیم داد. انشاءالله که این یک برنامه خیلی موفقی باشه، برای اینکه آقای سمنانی بسیار لیدر عالی هستن و ما امیدواریم که با رهبری ایشون این برنامه به نحو احسن انجام بشه. به امید خدا. منم از طرف خودم واقعا تشکر میکنم از این کار بسیار شایسته که دارن انجام میدن و امیدوارم یه راهی باشه برای بچه های جوان هنرمندم، چون که اونام واقعا نیاز دارن به این که حمایت بشن. سپاسگزارم و خوشحالم که شما رو دوباره مثل این که در همه مراسم شما هستین و واقعا مردم رو خبر میکنین. آفرین بر شما خانم تهرانی و تایم تیوی. میگه که غیر از هنر که تاج سر آفرینش است، دوران هیچ سلطنتی پایدار نیست. من خیلی خوشحالم واقعا، این آرزوی همه هنرمندای ایرانی ساکن لس آنجلس بود که البته این شامل بقیه هنرمندان در جای دیگه خواهد شد، که به هر حال این انجمن یا این بنیاد به همت آقای سمنانی و دوستان دیگر هنرمند آقای مرتضی، آقای اندی برقرار شد. و من خیلی سپاسگزارم که همه هنرمندا رو واقعا از نقاشان، شاعران، بله، موزیسیان ها، ترانه‌سرایان، خوانندگان دعوت کردن و بسیار خوشحالم و مطمئنم که واقعا به همت همدیگر ما میتونیم نام و آوازه ایران را به بلندای پیشین در سراسر جهان بپرکنیم. سپاسگزارم از شما. ما هم همینجور. فرید خانم خیلی خوشحالم میبینم. یکی از این روزا ما میام خونتون، این لباسای زن و شوهر رو میدوزیم و میبریم. شما خیلی دارین دیگه، ماشاءالله مچ میکنید. شما منو معرفی نکردین ها. شما احتیاج به معرفی دارین. استاد بزرگ، اسمتون بزرگ مهره. استاد بزرگ مهر، خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شما. آرزوی موفقیت برای شما دارم و واقعا برای این بنیاد هنر و کسانی که همه این کار را انجام میدن. سپاسگزارم هستم. خب دوستای عزیز، من باید بگم این استاد بزرگ ما و خانومشون تا حالا نشده که این هم لباس نپوشن. خب یه خوردم لج ما رو در میارین. نه خب این کار ما واقعا یه جنبه سیاسی هم داره. ببینین راست میگین. بله بله، که ببینین ما متاسفانه اون کسایی که سردمداران حکومتی ما هستن همش سیاهی و تباهی ترویج میدن، ولی ما میخواییم اون رنگ شادمانی ایرانی رو. فرهنگ ما میدونین فرهنگی است پر از شادمانی و زیبایی و هر گوشه فرهنگ ما مملکت ما واقعا یک زیبایی داره. ما میخواییم اینم نشون بدیم. دوستای عزیز، در خدمت خانمای خوشگل جوان هنرمند ایرانی به سرپرستی خانم آرزوی عزیز. سلام آرزوی جان، خوبی؟ سلام قربون شما. ممنون، همه خوب؟ خوب. یه خود از این تیم خوشگلتون صحبت کنیم ببینیم چیکار می‌کنید شما. بله، ما هرچی داریم از این تیم خوشگل داریم. گروه LA Deaf Ensemble هست. از 2 سال پیش ما فعالیتمون رو شروع کردیم با عارف عزیز از دالبی تئاتر، بعد با خواننده‌های زیادی کار کردیم، برنامه‌های زیادی اجرا کردیم، امشب هم در خدمت هنرمند فاندیشن هستیم.